بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من به مناسبتی هم که شده بی ارتباط با جریان قدیر خم نیست، من باید حرفی بزنم فقط در خیابان ایران و تهران قابل قبول این نباشه. چارپایه را میذاریم وسط مرکز وهابیت، اونجا ما این حرف را میزنیم. مرد میدانن بیان جلو. من اینطوری میخوام با اونا صحبت کنیم. مباهله. شما وقتی مدینه هستید میبرن یه جایی مسجد اجابه، اونجا اون مباهله اتفاق افتاده. اول من ماجرای مباهله را که غالبا اینجا اونجا شنیدید میدانید، من سریع ازش عبور میکنم. مباهله جریانش چیه؟ حدودا سال هشتم پیغمبر اسلام در مدینه است. زمانهای برو برو هست. فتح مکه و غیره تمام شده. گروه ها قبیله ها میان اسلام میارن، نماینده میبرن. در این میان علمای نجران، الان مرکز علمای ما قوم نجف اشرف، الان مرکز دینی مسیحیان واتیکان، اون موقع نجران محل تولد مسیح علیه السلام. 60 نفر از این علما، 3 تا هم مجتهد در رأس آنها بود. گفتن ای داده بیداد، نکند این کسی که در مدینه ادعای پیامبری میکنه همون موعود مسیح بوده باشد. یالا از علما 60 نفر، 1 نفر، 3 نفر مجتهد در رأسشان. اینا رو من در تفسیر نسیم حیات 30 جلد 30 جزئیه آورده ام از مآخذ. سید مجتهده، حذیفه اینم مجتهد مسیحیه. حذیفه یه آدم نابغه بود، تورات را حفظ بود، انجیل را حفظ بود، زبور داوود را در دسترسشان بود، حافظ بود. بگذاریم، معمار بود، غالبا کلیساها با معماری او بود. این حذیفه هم اونجا آتب این تید نقطه. اینا آمدن وارد مدینه شدن. ادعی که خیلی سیاست نمیدانن ظاهر را میبینند، یا رسول الله اینا میخوان با همون روش مسیحیت ناقوس راه بیندازند و عبادت خاصشون. گفت ساکت باشید، کارتون نباشد. تمام شد آمدند. گفتند ما از علمای نجران آمده ایم، شما را تحقیق بفرمایید. گفتن تو وقتی میخوابی
چگونه میخوابی؟ اینجا نگاه میکنن که حالات پیغمبر موعود چجوریه. فرمود وقتی من میخوابم میخوابم اما قلب من نمیخوابد، قربان آن قلب. دیگر چی به تو وحی میاره؟ همین سوال رو یهودیان هم از پیغمبر سوال کردن. اینا رو یاد بگیریم، یادمان بیاید، به بچه هاتان بگید، بید مطرح کنید تو خونه، جو ایجاد کنید در خانواده. اونا گفتن که سوال کردن وقتی به اینجا رسیدن چی به تو وحی میاره؟ دیگه معاملمون گرفت. فرمود جبرئیل، گفت نه، باید میکائیل برای تو. ببین چقدر دیکتاتور معاون احمقن. آه فلان فلان شد، به تو چه ارتباطی داره؟ خدای تعالی صاحب اختیاره، خود میداند حیث و یجعل و رسالته. باید میکائیل بیاره، برای اینکه ما از جبرئیل بدمان میاد، عدو او هستیم. این آیه آمد، من کان عدوان لجبریل و میکال، هر که دشمن اینها باشد و نیز دشمن پیامبران و رسولان از کافران است. ما مسیحیان سوال بعدی من چی برای تو میارد؟ فرمود جبریل، گفت اینم درسته، اینم درسته، اینم درسته. گفتن یا محمد، هنوز رسول الله نگفتن. گفتن اگر این یه دونه را هم درست جواب باشد ما در بستر اختیاریم. خب چیه؟ شما عیسی ابن الله را چجور تعریف میکنید؟ فرمود ابن الله نه، بنده صالح خدا، پیامبر، برادر من است. گفتن نشد. خدا اون پشت بهش یاد داد چجوری با اینها. میدونید امام جمعه چرا به شمشیر تکیه میکند یا به سلاح؟ یعنی ما اول با منطق و با روشنگری با شما حرف میزنیم. اگر به بن‌بست رسید منطق را نخواستید قبول کنید، شمشیر باید بیاید به میدان. مباهلم همینه، وقتی منطق و بگو مگوی علمی استدلالی کارگر نشد، دست به قبضه شمشیر معنوی میبریم، قضیه را به حکمیت خدا واگذار میکنیم. زهیر ابن قین گفت یا ابن رسول الله، حری که با هزار نفر آمده، اجازه بدید ما اینا را لتوپار کنیم تا دشمن سپاهش را تقویت نکرده. امام تندی فرمود ما استار جنگ را نمیزنیم، ما جنگ را شروع کننده نیستیم. امیر مؤمنان هم در جنگ صفین گفتن، فرمود ما جنگ را شروع کننده نیستیم، جنگ زشت است. وقتی که ولذا امام حسین سه بار شمر را، سه بار چهار بار عمر سعد را آورد، گفت اعلم افهم، من فرزند زهرای ما، من میدانی کیم؟ پیغمبر بر این سینه من بوسه زده ها. خیلی اینا رو گفت. تازه گفت ابل فضل من، میروی از این فرصت میگیری، بین دو لشکر یه چادر زدن، ابل فضل علی اکبر با امام حسین زیر این چادر 20 نفرم بیرون کشیک بدن، عمر سعد با دو فرزندش داخل چادر، 20 نفرم اون کشیک دارد اونجا صحبت ها کرد. قربانت برم آدش دش شروع کن، نداریم، همه بندگان خدایان. خدا اگه میخواد کسی را عذاب کند، ان بینه باشد، بعد از روشن شدن قضیه دیگه خلاصی اون تو نماند. اگر به گناهی وادار می شود آگاهانه باشد. معلوم اون طرف خیلی بگیر به بنداش سخته، مهلت به قدر کافی داده، نصیحت نکنم.
فرمود شما به چه دلیلی عیسی را ابن الله می دانید؟ گفتن برای اینکه این پدر نداشت، فقط مادر دارد. فقط خدا با کن فیکون، با امر خدا، اون امر خدا، چون فرد دارد که با یه مسیحی بس کرد، اینطور فنی با شما صحبت میکنیم، من با دایی مطبع مرعوب بشید، ما اون اینجا بگیم، خیلی محکمه پسند حرف میزنه. گفت امر خدا جانشین پدر بود با این مادر، پس بنابراین ابن الله. فرمود به همین دلیل دیگه، چون پدر ندارد، پس بنابراین فرزند خدا. گفت پیغمبر این را بگو، این مثل آدم عند الله، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، اگر به دلیل پدر ندارد باشد، آدم که مادر هم ندارد، اونو باید دوبله سوبله فرزند خدا بدانید. منطق رو ببین چه قویه. اگر به همین دلیل، بسم الله، چرا نمیگید آدم فرزند کاملا اصل نسب میشه، مادر هم ندارد، دو تا کن فیکون دارد، فبهت الذی. آقا مشاجرهشون بالا گرفت، خدا در اینجا گفت مباهله. مباهله از بهل بی هی دو چشم لام ابتهال، به معنای تضرع کردن، عز و التماس کردن، قضاوت را به خدا واگذار کنیم. ابتهال، مباهله دو طرفیه، مثل مسابقه بین دو نفر اتفاق میفته. یه نفره که شما هی بدو، نمیگن این داره مسابقه میده، میگن داره میدود. دو نفر بودن میگن مسابقه. مکالمه یعنی من با تو، تو با من. اما الان من که صحبت میکنم نمیگن داره مکالمه میکنه، میگن تکلم دارد میکنه. مباهله رو هم فهمیدیم. خب خدای من چجوری به اینا گفت؟ خدای من دستور داد ما بیاییم به مباهله، اونجا بگوییم خدا اگر من آگاهانه حق را زیر پا میگذارم، یه بلایی ما را بگیرد. اون بلا هم باید محسوس باشد، معنوی باشد و در آینده نسیه مسیه نمیشه. در مباهله بلا چشمگیر، کافر و مؤمن میبیند که دو شقه شد، یک طرف قضیه حل. اونا هم باید بگن خدایا اگر اینطوریه، هر کس در اینجا آگاهانه انکار حق میکند، اتفاق بیفته، مانی ندارد، فردا آمدیم. اینا رفتن. مسیحی ها یه مقدار نرمتر از یهودی ها هستن. یهودی ها خیلی زمختن، هم دیروز هم امروز. این سه تا مجتهد گفتن ای آخوندها، ای علما، ما فردا ساعت 10 میریم سر قرار، جلو نیفتید ها، به ما نگاه کنید، اگر ما تسلیم شدیم بشید، نشدیم نشید ها، جلو نزنید از ما. اما رمزی بگیم، اگر فردا محمد دیدیم با بوق و کرنا لباس های رسمی یراقدار و اینا آمدن، برید جلو. اینا خیلی سیاسی دنیایی هست. اما اگر دیدید خاکی و عرفانی آمدن، چون ما این رمزها را داریم، این مرد مرد الهیست، یک پارچه نور پیامبر موعود را که به ما معرفی کردن، فردا یه 10 دقیقه هم زودتر آمدن، هی منتظر اینا کی میان. یه مرتبه دیدن از اون دور 5 نفر قربانه، هر 5 تایتان، خدا تو را سوگن، خدا ریاکاری نمی کنیم، ما را در دنیا آخرت از اهل بیت یک لحظه جدا مفرما. جهنم هم رفتیم، ارتباط من با اونا باشد، باقی باشد. آقا اینا منتظر شدن، خب بل بقیه کو در ذهنشون؟ ساکت باشید ببینیم به کجا می انجامد. آمدن
دیدن اون پیغمبر است که دیروز باش صحبت کردیم، یک کودکی در آغوش اوست، جانها به قربان آن کودک، یک کودک هم دستشو گرفته، یک بانوی محترمه ای و یک مرد. میدانید اون سه نفر چی گفتن؟ گفتن این چهره های نورانی را که من میبینم بدون مباهله بگن آسمان بریز میریزد، صرف ما نیست با اینها مناظره کنیم. من پس گرفتم. البته بعضی هاشون بعدها آمدن اسلام آوردن. آقا اینا آمدن، من برادران اهل سنت خودمان که در ایران هستن آدم های چیز فهمیان، قرآن را میگی میپذه، چون من با اینا بحث شده، قال رسول الله را درست بگی میگیرد، خوب بحث من میگیره. اما وهابیت سعودی بدتر از فرعون تکبر دارن. تا میرسی میگی تو مشکل داری، تو مشرکی. میگم آخه چی بگم؟ آخه بابا وای ویلون لمن، وای به حال اون بدبختی که کفره و نمرود، نمرود او را تکفیر کند. این خیلی درده ها. کسی به ما مشرک میگوید که خداشناسیش اینه که خداوند چهارشنبه ها میآید آسمان چهارم، از اونجا سر میکشه ببینه روی زمین بنده ها چه میکنند. کسی به من مشرک میگوید که میگه خدای تعالی وقتی کار عالم را اداره میکنه گاهی خسته میشه روی اون کرسی و عرش دراز میکشه پاهاش رو میذاره روی صندلی، مبادا این آرتروز مارتروز پیدا کنه. اون بدبخت سلمان رشدی از کتاب های اینها این کتاب رو نوشته دیگه. خیلی دور نیست نظریه او با نظریه اینا. اونا زمختند، اصلا حاضر به بحث نیستند. بگذاریم اون بیاد به من بگه تو مشرکی، اصلا میفهمی شرک را با الف می نویسن یا با جیم؟ این تیکه را همه دنیا گوش بدن. بندم نه آمدم اینجا دو پاره یک کفش بکنم بگم الا که هرچی من گفتم اونه. اصلا هرچی قرآن میگه. پیغمبر که آمد گفت علی، زهرا، بچه های من برای جا انداختن اسلام با عالم مسیحیت دعا می کنم، شما آمین بگویید. این سنی هم نوشته، شیعه هم نوشته، یه چیز غیر قابل انکاره. دوباره بگم، گفت من چون داریم میریم مباهله، اگر ما در این مباهله پیروز میدان بشیم جمعیت کثیر مسیحیت به اسلام میآیند. دغدغه جا انداختن اسلام. زهرا، علی، حسنین، نور دیده های من برای این امر دعا میکنم، شما آمین بگید. همینجا وایستید ای دنیا، همینجا وایستید. آی همه اینجا وایستید ببینم پیغمبر اولوالعزم یا نه. بله، اولا اولوالعزم یعنی چی؟ اولوالعزم اون پیغمبری را میگن سر است برای بقیه انبیای کرام. کتاب دارد شریعت، در میان این پنج نفر این یه دونه سر است. پیغمبر ما ها بالاتر ببر، اولوالعزم اولوالعزم هست. این هم که قبول دارید، شما را نمیگه، ما دنیا را دارم میگم، یعنی که قبوله. آقا او به آمین من و تو احتیاج داره در دعا کردن؟ بفرمایید. پیغمبر بگوید بخشک، میخشکد. سید علی قاضی برای شاگردش نشان بده یه ماری میامد، گفت همانجا بخشک. طرف میگه من خیلی تعجب کردم، گفتم لابد بیدارم شد. بعد دیدیم که اون خوشید رفتیم آمدیم دیدیم همون طور یه آدم، یه آدم معمولی اینطور میتونه در تکوین تصرف کنه؟ پیغمبر در اصلا پیغمبر یک شأنش مستجاب الدعوه. پیغمبر یک کسی حاجت داشت، گفت خدا به نبی یک تو را سوگن میدم به این پیغمبر از این حاجت من برآورد.
یاد داد، اونم رفت مستجاب شد. حالا خود پیغمبر اونم نه برای شخص، برای اسلام احتیاج به آمین اینان دارد. شرکت سهامی تشکیل داده اید؟ بله، شرکت سهامی. بقای اسلام با شرکت سهامی پیغمبر اهل بیت. کاش من بتوانم این نیتم را درست منتقل کنم. یعنی بقای اسلام بعد از من پیغمبر به وجود و به ارتباط علی فرزندان او ارتباط دارد. بدون پادر میانی آنها اسلام باقی نمی ماند. اگر فقط به من باشد، من که از دنیا می روم، اسلام هم از دنیا می رود. بعد از من کسی باید این را اداره کند. سر قضیه که گفت من دعا کنم برای جا افتادن اسلام، شما هم آمین بگی، هم در لفظ و دعا بدون مشارکت شما کاری پیش نمیره، هم در مقام اجرا و بیرون و عینیت بی وجود شما اسلام به جایی نمیرسد. این انشالله که تونستم به عرض شما منتقل کنم. آینه آمدن پیامبر گفت خب بسم الله. خدا گفته از قل تعالو، بیایید ندعو، دعوت کنیم بیاوریم به میدان. ابناءنا و ابناءکم، بچه ها من را. نساءنا و نساءکم، زنان من زنانتان را. انفسنا و انفسکم، این جان جگرترین که کاملا با من متحد، دوتا نیستیم، یه مدلیم، یه چیزیم، دوتا جسم در یک روح، چجوری بگم، اونتونم بیارید. ببینم پیغمبر اسلام خیلی خوب مراد خدا را میفهمد. کشاف که مفسر شمایه، معلومه که پیغمبر بهتر از همه، قبلتر از همه میفهمه خدا مرادت چیه دیه. سوال من اینه، بابا قربانت برم رسول گرامی، خدا اونجا گفته نساءنا. نساء مفرد یا جمع؟ بسم الله بفرمایید. مفرد یا جمع؟ جمع داشته باش. پیغمبر در فک فامیل در داخله چند تا زن جماعت داشت؟ همسرانش بودن، اینا زنان مکرمه خانوادن، زنانش بودن، زنهای دیگر بودن، فکفا اینقدر زنهای مکرمه اونجا بودن. رفته رفته گشته گشته، خدا ما میدانیم مراد تو از نساءنا چیه. این زهرای شما را به هر چه اعتقاد دارید، این حرف من نقطه ضعف دارد. یالا چرا یه دانه آور؟ دو تا بیار، سه تا بیار. خدا که اونجا نساءنا گفته. من این در زاهدان برای جمعی که از فرقه ها بودن، خودی هم دیگه میگم، با خودی ها آدم راحت حرف میزنه. بودیم اونجا چهار تا مولوی بودن، آمدم پایین. من یه مقدار احتیاط کردم که مثلا مطلب غیر اصولی گفته بوده باشم. دست من فشردن، گفتن این یک دانه حرف ندارد، این یه مورد را که گفتی جواب نداریم. یعنی این آدم منصف. حالا داشته باش عرض خواهم کرد. بعد بازم میپرسیم انفس جمع یا مفرده؟ جمعه. ولی پیغمبر رفته در میان این همه مرد، پدر زن هست جناب ابوبکر، پدر زن هست جناب عمر ابن خطاب، پدر زن هست فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، خیلی از این مردان، همه را جش یه عدد را آورد. قربان اون یک عدد، جانها به فدایت یا علی. پیغمبر به تو گفته بود انفس؟ گفت خدا مراد تو رو من میدانستم، مستاق اون مراد تو یه عدد بیشتر نبود.
اینی که عین جان منه، حالا فخر رازی یه حرفی بگن. یک کسی که تفسیر می نویسه بخواد به اونم مراجعه کنه پر بر می گرده، اما پدرش در میاد. رحلی دو برابر قرآن های شما 30 جلد. من در تفسیر نسیم حیات را که نوشتم تهیه کردم، یکی از مطالعات من اینه. مال اهل سنته. ما شیعیانم در مواردی از اون استفاده می کنیم. آدم قویه. اما به کسی نگید در سعودی این کتاب ممنوع الوروده، جزء کتب زاله است، اینه نخوانید. چرا؟ یه چراش الان بگم. بالاخره یه آدم یه مجبور یه حق را که در قرآن سوسو میزنه بیان کنه. گفته طبق آیه انفسنا که علی را عین خود، نه در کنار خود، عین خود معرفی کرده، بعد از پیغمبر اسلام بالاتر از علی نداریم. به همین دلیل کتاب ایشان ممنوع. چند تا از این فلتات از نظر اونها دارد. این نقطه انحرافشه، چون اسرائیل گفته این نپذیرید. بعد گفته طبق این آیه علاوه بر این که علی بالاترین فضیلت را در میان صحابه و موجودین داره، هیچی، حتی افضل بر انبیا هم هست. چرا؟ این دستمن را نگاه کنید. بعدم نمیگه، میگه این ردیف میشن انبیا، این ردیف که یه دانه بیشتر نیست پیغمبر اسلام. وقتی علی عین جان این باشه بالاست دیگه، قهرن روی اینها حرکت میکنه. خیلی آدم فکوریه، اصلا امام المشککین میگم به این. یعنی یه آدمیست که اگر بیدین بود ایجاد شبه میکرد، احدی نمیتوانست جواب بده علیه اسلام اگه قیام میکرد. این اینقدر شبهه کرده، این آیه به این دلیل اصلا کارایی نداره، آدم تنش میلرزه. بعد خودش قوی جواب میده، این آدم اینو بیان میکند. گفتن که ما صلاح ندانیم که اینجا با شما مباهله کنیم. ای پیغمبر، شما که اونا پیغمبر نمیگفتن، چون پیغمبر بدانه که مشکل نیست، همون اسم مبارک که شما بودن. گفتم ما سالانه این مقدار هدایا میاریم و قرارشون هم گرفت. همینجا تو پرانتز بیس، آقا خانم، انسان در موقعیت های حساس انتخاب میکنید، درست انتخاب کن. برادر آتب حذیفه، ای چه انتخابیه میکنی؟ حالا که تو میگی این چهره های نورانی بی مباهله هم کارایی دارن، خب اسلام بیار. اون بدبخت ابلیس 6000 سال عبادت کرده هم اون موقعی که خدای تعالی گفت اسجدوا لآدم، بد انتخاب کرد. بابا حساس موقعیت درست انتخاب کن. به من تو هم قرآن میگه در فراراه تو دو تا راه باز شد، شیطانی رحمانی. شیطان میکشه آدم را. ما دائما در مقابل من این گناه کنم یا این ثواب، درست انتخاب کن. بد جوری انتخاب کردن. با اونها این قرار مدار را گذاشتند. این از ماجرای مباهله. تمام شد. ارزی ندارم. من یه آدم متعصبی نیستم. اگه متعصب باشم از چشم امام حسین میفتم، از چشم قرآن میفتم. قرآن برهان را دوست دارد، میگه عقلتان را بگذارید جلو بر مبنای عقل و درایت و قال الله و قال رسول الله پیش برید. من یه ماجرای اخیراً اتفاق افتاده، این را بگم. مستبصر میدونی یعنی چی؟ یعنی چشمش باز شده. این آدم مستبصر یعنی چشمش به حقیقت باز شده. یه برادر اهل سنت وقتی تشیع را با دلائل و غیره میپذیرد، در اصطلاح میگن این مستبصره. و چه بسا ما هم بریم اون طرفی بشیم، اونها به ما بگن مستبصر.
یکی از مستبصرین اخیراً گفته است که از یک آیه قرآن مستبصر شدم. آقا نفهمیدم، با قرآن که کسی شیعه نمیشه. چرا؟ برای اینکه قرآن مشترک بین ما و تمام فرقه هاست. اگر قرآن صراحت داشت یه طرف را نشان داده بود، دیگه اختلافی دعوایی نبود. اگر کسی شیعه میشه باید امامت علی را، معنای امامت را، اگر کسی میخواد تشیع را بپذیرد باید قدیر خم را و اینها را اثبات کنی. اونم اگر نمیخواد شیعه بیاد میگه این قدیر خم برای اون نیست، این برای یه امر جزئیه که دو نفر قدر علی را نمیدانستن، خواست بگه قدر اون را بدانید. چون اگر بخواد اون در حالت طبیعی بماند، قدیر خم به عنوان یه تاریخ ما قبول داریم، نمیتونه قبول نکنه، مستبصر نشن. پس ناچار این را با دلائل مقبول خودش مردود میداند. بگذاریم. تمام آیاتی که میگوید الذین آمنو یعنی شیعه. آقا تند ندید، تعصب به خرج ندید. میگه ساکت باش. همه آیات که میگه یا ایها الذین آمنو، ای آمنوها، چنین چنان، فقط شیعه مخاطبه. میگم آقا اینطوری تند ندید. هیچ شیعه حتی علامه امینی اینطور تند نرفته. این صریح قرآن فرمود ولن ترزا. لن در عربی میدانی یعنی هرگز، هرگز، ابدا ابدا، نه. لن یعنی لن ترزا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه از آیینشون پیروی کنی. یک آیه. حالا بیا پایین. لا حتما، نون مشدد در قرآن دوبله حتمنه. تجد و میابی، تجدن نه حتمنت هم میابی، لا تجدن نه حتمن، حتمن شک نگون که اینطوریه. خودتون گفتید قرآنتون و قرآن من میگه لا تجدن نه پیغمبر، حتمن خواهی دید و خواهی دید اشد الناس عداوتا للذین آمنو، بدترین عقده‌ای‌ترین دشمنان برای آمنوها الیهود. لتجدن اشد الناس عداوتا، بدترین دشمنان پیغمبر، للذین آمنو، به آمنوها الیهود. دیگه کی؟ والذین اشرکو، و مشرکانند. مائده 82. ما از این طرف میبینیم الان میگه من از این فهمیدم الذین آمنو در قرآن فقط شیعیانه، به دلیل آنکه آیه میگوید دشمن ترین مردمان به آمنوهای قرآن یهودیانند. ما هم الان میبینیم یهود امروز دشمنیش را تیز کرده بر شیعیان لبنان و شیعیان ایران، با بقیه کاری ندارد. شما را به خدا این تعصبه؟ من تعصب دارم میکنم؟ آه خیلی درست فکر کرده، خدا رحمتت. گاهی هم خدا از این کار را میکنه. کیف کردید یا نه؟ آیه میگوید ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا، اینجا نصارا را ما آورده. پیغمبر هرگز یهودی ها نصرانی ها از تو راضی نمی شوند مگر تتبع ملتهم، از آیین آنها پیروی کنی. یالا شما سوریه را بکوبید، فلان کار را بکن. چشم، همین الان شما معلومه که طبق این آیه که اینها با شماها کاری ندارند، پس معلومه به آیین آنها. الان این جنایت و آدم کشی را که در اونجا دارن میکنند، و بعد از سوریه نوبت یک کشور دیگر،
که سربازانشون مفت مجانی از خود مسلمانان بگیرن. پشتش کیا ایستادن؟ همین کشورهای به اصطلاح اسلامی که اونایی هستن که من از اونها میپرسم پس این قرآن که ما میخوانیم میگه یهود و نصارا از شما راضی نمیشن، با شما گرم نمیگیرن، رفت آمدشون رو با شما گرم میکنن. اگر به آیین آنها تن بدهید، مقررات آنها تن بدهید، بله قربانگویی ولو نسبی باشه با آنها داشته باشید، چرا با ما درگیرن؟ ما آیین آن را لا نتبع، چون تبعیت نمی کنیم، با ما دعوا دارن. دلائلی روشنتر از این هست؟ بسم الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.